صبح بخیر دوستان من. حالتون خوبه؟ خیلی احساس خوبی بود که با شما به دریا سفر کردم. امروز به آسمون میریم، نه به دریا. دوستان من، مثل نقاشی، بیای با هم به آسمان بریم. آفتاب و ماه بعد از مدت طولانی همدیگر را ملاقات کردند و با هم صحبت می کردند. من از داشتن همچین دوستای زیادی زیر آسمان خوشحال هستم. اما در آسمان دوستی ندارم که با اون بازی کنم. ماه از خورشید پرسید: دوست داری چه کسی را به آسمان دعوت کنی؟ آفتاب جواب داد: خیلی خوب میشد اگر میتونستیم پرنده ها را دعوت کنیم. همچنین میتونیم با مردم روی زمین هم دوست بشیم. اما چه اتفاقی افتاد؟ یک پرنده مادر یک لانه بزرگ در درخت ساخته بود و به سمت بچهش که در لانه بود داشت پرواز میکرد. دوست جدید کی بود؟ درسته، میخواستن که پرنده رو به آسمان دعوت کنن که پرنده خودش از قبل در درخت لانه ساخته بود. یک نفر میدونست که پرنده هم به اونجا خواهد اومد. امروز با من فقط یک پرنده نقاشی میکنیم. خب شروع کنیم. اول کاغذ، مداد پاک کن. مداد شمعی هم اینجاست. من سعی میکنم که اول یک پرنده بزرگ بکشم. یک دایره اول میکشم. یک بیزی نزدیک دایره میکشم. این صورت و این بدن پرنده میشه. جلوی صورتمون یه نوک تیز میکشم و در قسمت بالای بدن بالها رو میکشیم به صورت دایره. بعد یه بیزی بلند هم در قسمت دو میکشیم. حالا در بالای بال اینجا مثل شکل ابر خطهای گردی میکشیم. خب یک خط در انتهای دام بکشید و حالا با پاک کن اینجا رو یکم پاک کنید. اگر پاک کنید شکل جدید کامل میشه. نوکم اینجوری میکشیم. در آخر هم چشما رو میکشیم. این بار مژه ها رو هم میکشم. یک درخت بزرگ نزدیک اون میکشم. این بار یک درخت که از زمین تا آسمان بلند هست رو میکشم. اگر خط رو اینجوری از اینجا تا اینجا بکشیم این همه درخت هست. جالب نیست؟ و یک چهارضلعی بلند هم اینجا. بعد دو تای دیگه هم اینجا میکشم. خب این یه شاخه هست. خب چند تا ابر هم در آسمون میکشم. یک ابر بزرگ پشت این درخت است. یک ابر کوچکم میکشیم. یک ابر کوچکترم میکشیم. خب حالا رنگ‌آمیزی کنیم. من صورت و بدن رو با نارنجی رنگ میکنم. خب صورت رو اول رنگ میکنیم و کناره های بدن رو رنگ میکنیم.
بله، صورت و بدن به رنگ نارنجی رنگ شدن. خب، باله های آبی چطوره؟ به رنگ آبی آسمانی، من این باله رو رنگ می کنم. این انتها رو با سبز مخلوط می کنم. خب، باله های دو رنگی تموم شدن. دم رو با آبی رنگ بکنیم. با آبی رنگش میکنم. در آخر هم نوک رو با صورتی رنگ میکنم. بله، حالا درخت بزرگ رو رنگ میکنم. درخت رو با قرمز رنگ میکنم. چون درخت بزرگ هست، رنگ آمیزیش سخته. اینجوری رنگش کنید. اینجا رو هم رنگ میکنم. شاخه ها رو هم رنگ کنید. بله، بعد اگر درخت رو دیده باشید، خط های روی تنه اون دیده میشه، درسته؟ مثل این. خوبه که تنه درخت رو اینجوری با این خطا نشون بدیم. شاخه ها هم نشون میدیم. بله، و در آخر ابرها رو رنگ میکنیم. این بار همه ابرها رو رنگ نمیکنم. در قسمت خطهایی که با مداد کشیدیم، با مداد رنگی می کشم. خب، من یک ابر دیگه هم می کشم. در آخر، با صورتی چرک رنگ می کنم. و اگر بی‌حوصله به نظر میاد، میتونید ابرا رو با رنگ‌های متفاوتی رنگ کنید. من رنگ‌های زیادی مثل اینها دارم. خب، الان دوستای ابری من خیلی خوشحال هستن. بله، من نمیتونم چشم‌ها رو ببینم. یک بار دیگه با مداد شمعی روی این میکشیم تا خوب معلوم بشه. بله، تموم شد دوستان. کلاس امروز چطور بود؟ نظرتون در مورد بزرگ کردن پرنده در دلتون چیه؟ اگر پرنده هایی که در آسمان پرواز می کنند رو در دلتون بزرگ کنید، می تونید احساس پرواز کردن بکنید. بله، میتونید یک نقاشی بزرگ از پرندتون بکشین. چیزهای متفاوت، بامزه و کوچک نقاشی کنید. خب، دوستای من، هفته بعد میبینمتون.